باغچه زلبیا، سلسله فیلم تصویری. فیلم دویوم. سلام منیجا. سلام بیژن. تو با سوال جواب یافتی؟ با کدام سوال؟ ها، الله کی فراموش کردی؟ ما سیمور رو زور گفتیم وای راضی نشد، گفت که از من زورتر هست. از سیمور زورتر کیست؟ با این سوال من جواب یافتم. یافتی؟ از سیمور هم زورتر هست؟ هست، بود است. نیست، سیمور با ما شوخی کرد بیژن. میدانی سیمور چخل پرنده است؟ وای همه چیز رو میداند. وای از هیچ چیز و از هیچ کس نمیترسد. وای اگر خواهد با نزدی آفتاب پریده رفته میآید. پروبالش نمیسوزد. با وجود این از سیمور هم بزرگتر بود است. من این را از فیلم تصویری از همه زور فهمیدم. حاضر این فیلم را به تو نشان میدهم. بود نبود، در یک زمان در یک مکان یک خرگوشک بود. وی خانه گرمکک و جایگاه نرمکک و انبارچه پوری غذا داشت. یک شب خنک زمستان در خانه وی با شدت گفته شد. تو کیستی؟ پرسید خرگوشک. من رو با هم، آواز آمد از بیرون. در را کشا، کمتر گرم شوم. خانه من برای سه کس تنگ است. من مهمان دارم، گفت خرگوشک. کیست مهمانی تو؟ بگو که زودتر بر آمده رود، وگرنه خودی حاضر در آمده او را میخورم. دوغ زد روبا. های آهسته تر روبا جان، مهمانی من نشنوند، مهمانی من گرگم. گرگ، جواب داد خرگوشک. روبا نامی گرگ را شنیده راهی گریز را پیش گرفت. اما دیر نگذشته در خانه خرگوشک دوباره گفته شد. تو کیستی؟ پرسید خرگوشک. من گرگم، آواز آمد از بیرون. در را کشو، کمتر گرم شوم. خانه من برای سه کس تنگ است. من مهمان دارم، گفت خرگوشک. کیست مهمانی تو؟ بگو که زودتر بر آمده رود، وگرنه خودی حاضر در آمده او را میخورم. دوزد گرگ. های آهسته تر گرگکا، مهمان نشنوم. مهمانی من پلنگم، پلنگ. گرگ نام پلنگ را شنیده راهی گریز را پیش گرفت. اما دیره نگذشته در خانه خرگوشک دوباره گفته شد. تو کیستی؟ پرسید خرگوشک. من پلنگم، در را کشو، کمتر گرم شوم. خانه من برای سه کس تنگ است. من مهمان دارم، گفت خرگوشک. کیست مهمانی تو؟ بگو که زودتر بر آمده رود، وگرنه خودی حاضر در آمده او را میخورم. دوغ زد پلنگ. های آهسته تر پلنگ تقو، مهمان نشنوند. مهمانی من شاهی حیوانات، شیران، شیر، جواب داد خرگوشک. پلنگ نامی شیر را شنیده راهی گریز را پیش گرفت. خواه باور کند خواه نه، بزودی در خانه خرگوشک باری چارم گفته شد. تو کیستی؟ پرسید خرگوشک. من شیرم، آواز آمد از بیرون. در را کشو، کمتر گرم شوم. خانه من برای سه کس تنگ است. من مهمان دارم، گفت خرگوشک. کیست مهمانی تو؟ بگو که زودتر بر آمده رود، وگرنه خودی حاضر در آمده او را میخورم. های آهسته تر شیرمک، مهمان نشنوند. مهمانی من آدم است، آدم. شیر نامی آدم را شنیده راه گریز را پیش گرفت. خرگوشک از هیله یافتهش به ذوق آمده دور و دراز خندید. بعد با تنتنه به خود گفت: در روی زمین از من دانوتر و از من زورتر جاندار نیست. از همه زور منم، من. اما ناگو سوال بسرش آمد. و اگر این لحظه در خانه مرا خود آدم گفته ماند، من چی جواب می دهم؟ آدم که آید چی هیله به کار برم؟ از آدم زورتر کی باشد؟ انا همین طور شد. البته اون شب در خانه خرگوشک را آدم نگفت، لیکن از ترس و خواتیر او را تا سحر خواب نبرد. خرگوشک فکر کرد، اما به این سوالش تا هنوز جواب نیافته است. در عالم از همه زور آدم بوده است. خیر، معقول شد؟ با من معقول.
кул шут. Рафтем бежан. Ба симург мегуем ки, ба саволаш джав обьёвтем. Рафтем. Симург! Салом, симург! Салом, бежан. Салом, манижа. Шумо хурсанду каноат ман менамоед. Маалум ки ба саволи ман جواب پیدا کردید. کنی اکنون گوید از من هم بزرگتر کی بوده است؟ آدم. از همه زور آدم بوده است. ما از همه زوریم. یافتید. درست، از همه زور بزرگ آدم است، لیکن هر آدم زور نمی شود. دوست رو یکانی من، پس کدام آدم رو زور می گویند؟ آنا به همین سوال هم اول خودتان جواب پیدا کنید. از کجا جواب پیدا کنید؟ جوینده یا بنده است. از همه جا و از همه کس. راست گفتی سیمرغ. جوینده یا بنده است. ما به یک سوال جواب پیدا کرده، با اینش هم جواب میابیم. بیشان، وزی رفته بابایم رو میپرسیم. بیبی و بابایم امروز در خانه شما مهمانند کو. با سوال ما البته جواب میدهند. رفته منیجا. شما با سوال سیمرغ جواب یافته؟ یافتم وفادار. از همه زور آدم بوده است، لیکن یک سوال دیگر پیدا شد. چه خیل سوال؟ وزیر میفهمی؟ السلام بابا جان. السلام بیبی جان. و علیکم برسلام. شیری نکنی من. اینقدر شما سراسیمه دستوری کنی بیبی. خوب دو توس کردی. نه بیبی جان. ما با یک سوال جواب جستجو داریم. کنی سوالتون رو شنویم. بابا جان، در عالم از همه زور آدم بوده است، لیکن هر آدم رو بزرگ نمی گفتند. شما به ما گوید که کدام آدم و چی خل آدم بزرگ است؟ واقعا سوال عجیبی. من با دل پر به سوال شما جواب میدهم. آدمی که بسیار کتاب میخواند از همه زور است. تشکر بابا جان. کجا میروید؟ سراسیما نشوید. حالا جواب دوام دارد. چی خل دوام دارد بابا جان؟ لیکن کتاب خواندن کم است. آدمی زور خصلت بسیار دارد. اول اینکه با سواد است، یعنی کتاب میخواند. کتاب دانش میدهد. دانش که پیدا شد، آدم کسب میآموزد. صاحب کسب که شد، بیکار نمیماند. گفتند کو در عالم هر کسی بیکار گردد، با چشم اهل عالم خور گردد. انا باز بیبیتون رو پرسید و این جواب را پورا تر میکند. هر کس این سوال را به شما گفته است، زیرک و دانا بوده است. آدم زیر همان است که کتاب خونده، سواد و آداب گرفته است. سواد و آداب یک جایه شده آدم را صاحب کسب و کار میکنند. کسب و کار عزت و آبرو میدهند. آدمی با آبرو در همه جا عزیز است. همین خیل آدم را آدمی بزرگ و زور میگویند. من مثلا بیبیتون سوزنی و کرته چکن می دوزد. نصف دخترکان محله کرته های چکن بیبیتون دختر رو پوشیده گشتند. یا مثال دیگر، من بابایت منیجا جان دوریدگرند. در و دروازه های قصر و مهمان خانه های دوشنبه رو این کس کنده کاری کردگی همه می شناسد و تعریف می کنند. باز چی گویم؟ انا پدری بیژن جان بناکار است. در دوشنبه چی بناهای بلند و خوشنمود ساخت. مادری بیژن جان معلمه. چقدر بچه ها از وی آداب و سواد آموختند. طرحی بنای با حشمت قصر ملت را شاگردان مادری بیژن جان کشیدند. تشکر بیبی جان. شما هم کتاب خوان شوید و آداب یاد گیرید و کسب آموزید و کار کنید. عالم گلستان بشود. همه تعریفتون میکنند. شما را آدمی بزرگ میگویند. شما را دیده ما هم افتخار میکنیم. سرمون با آسمان میرسد. فرزند نفس باغ پدر گفتند. اکنون با من گوید که با شما کی این سوال را داد؟ سیمرغ بیبی جان. کی؟ سیمرغ؟
همون سیمرغ افسانه‌ای؟ بله بیبی جان، ما سیمرغ را می‌دانیم، هر زمان وا می‌خوریم. چقدر نغز؟ سیمرغ دوست شما شده باشد، خوشبخت و دانا، آدمی حقیقی و بزرگ می‌شود نبره های شیرین. سیمرغ پرنده دانا و حکیم است، در لحظه دشوار پیدا شده با آدمان یاری می رساند، مشکلشان را آسان می کند، با سوالشان جواب می دهد، لازم شود با خود سوار کرده با جایهای دور برده تماشا می دهد. هر کسی مرغ را ببیند البته خرسند و خوشبخت می شود. بچه های عزیز، شما باز با چند قهرمانی صندوقچه زلبیا شناس شدید. من بعد هم با بیژن و منیژه به تماشای شهر و دهات تاجیکستان عزیزمون می براید. به کشورهای دیگر می روید. علم و دانش می آموزید. عقل و آداب یاد می گیرید. شاهد صدها حادثه و واقعه می شوید و ده ها سوال خود جواب پیدا می کنید. یعنی آدمی بزرگ شده به خلق و وطن خدمت می کنید. دور نروید و صندوقچه زلبیا را با دقت تماشا کنید.